در قرارگاهی مخصوص روس مهاجران مهنتی گروسنه نشینی اعلان نمودند. مفتی تاجیکستان حجاب و ریش را کسی من نکرده است. مهاجران مهنتی از آسیای میانه که در قرارگاه مرکزی موقتی خارجیان در نزد شعبه وزارت کارهای داخلی شهر داغستان است، عاید تلکشی جرایان خارج نمودن آنها و شرایط بدی نگاه داشتن شکایت نمودند. خبر می دهد کافکاز ریالی. طبق اطلاع سامانه در گروسنه نشینی 12 نفر اشتراک نمودند. با گفته گروسنه نشینان زیاد از یک سال این جانب آنها از روسیه خارج شدنشان را انتظارند و از حالت معلق بودن آنها دل زده شدند. با سرداری وزارت کارهای داخلی روسیه، با سرداری حاضره و پیشینه داغستان اینچنین با پراکوراتورا مراجعت نمودیم، اما به نتیجه. بنابراین ما با اعلان کردن گروسنه نشینی قرار نمودیم. بگذار با عمل مذکور اعتبار حکومت داران را با معمای خود جلب نماییم. با نشریه خبر داد مهاجر. او قید نمود که ساکنان قرارگاه مخصوص در حالت محاصره اطلاعاتی قرار دارند، یعنی تلویزیون و رادیو دسترس نیست. اینچنین آنها از یاری طبی نیز محرومند. با وجود آن که در قرارگاه نفرانی هستند که به بیماری های وزنین از جمله به شکل کشاده بیماری سیل گرفتارند. یادرس میکنیم که مهاجران مهنتی منتظم به قربانی سیستم رسمیت پرستی و قدرتی روس دوچار میگردند. با وجود این حاکمان کشورهای آسیای مرکزی به چنین وضعیت سکوت میورزند. عیناً اعتبار ندادن حاکمان کشورهای آسیای مرکزی به قضیه های مذکور به منصبداران روس به اعتنا بودن نسبت مهاجران مهنتی از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان امکانیت می دهد. رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده هفته گذشته با سفری رسمی به ترکیه و مصر تشریف آورد. در رفت سفر عبدالقادرزاده در کنفرانسی بخشیده به نقش فتواها در نایل شوی به ثبات در جامعه که در مصر برگزار گردیده است اشتراک ورزید. در زمان همصحبت شوی با خبرنگاران آزادی در ترکیه با سؤال وجود داشتن فتوا یا اینکه قانون پوشیدن حجاب و گذاشتن ریش را منع میکند، عبدالقادر زاده گفت که فتوا یا اینکه قانون مذکور وجود ندارد. در حقیقت یک وقتها برای معین کردن شخصیت هایی که ریش میگذارند چنین بود، ولی الحال معمای زیرین وجود ندارد، ابراز نمود او. یادرس میکنیم که کمی پیش در شمال کشور از طرف کارمندان میلیسا هنرپیشگان تئاتر محلی برای گذاشتن ریش دستگیر شده بودند. پس از آن که شخصیت دستگیر شدگان معین شد، حکومت محلی به آنها گواهی نامه موقتی با اجازت ریش گذاشتن داده شد. سند مذکور به آنها تا آن دمی که در صحنه تئاتر سپکتکل مرگ سودخور رفته استاد است برای ریش گذاشتن اجازت می دهد. سید مکرم عبدالقادرزاده با تابع بودن خود به سیاست رحمان مشهور می باشد و همه وقت قانونی بودن رژیم را گفته می آید. برای دستگیری نمودن رژیم مستبد سکولاریستی فتواهای به اسلام زید می برارد. در اساس قانونی